وطن بیام وطن ویران گردد، شود ماتم سرا غم خانه گردد. وطن بیام وطن ویران گردد، شود ماتم سرا غم خانه گردد. ز خاک پاک ما یانر وطن داد، جدا گردد اگر دیوانه گردد. وطن داران وطن را می ستایم، سرودی را به نامش می سرای. سلام دوستان عزیز، امید جور صحت مند سر حال باشین و از شرایط کرونا در امان باشین. ایاز عمر در خدمت شما با یک بار دیگر برنامه از سینل ساگر ویدیو. در کنار ما امروز یک برنامه متفاوت داریم، البته یک میمان متفاوت که یکی از هنرمندای محبوب کشور و همچنین کهنکار ما استاد نظام سروش و که ناقصه نمونه پدر شفیق سروش و مجیب سروش میباشد. دیگه معرفی بیشتر از زبان خودشان بشنوید. سلام علیکم. سلام به شما، سلام به بیننده عزیز محترم شما و سلام به او هنرمندای بزرگی که دوستای ما، سلام با الله، سلام با تمام ملت افغانستان و چی در خارج در داخل است. سلامت. خب آقای سروش، میشه بر ما بگین که از کجا هنر موسیقی رو شروع کردین و چی دستاوردهایی دارین، چند آهنگ دارین؟ دیگه میشه بر دوستا بگین که دوستا بفهمن؟ من سال 70 از شبرغان، مرا بزرگوار مارشال صاحب دوستون از شبرغان گرفته آورد کابل. من در آوازخان محلی شبرغان بودم، به حساب تو ساده ساده میخواندم. مرا گرفته کابل آورد. وقتی که در کابل آمدیم دمی ششترک بودیم، نواسی استاد نگله مرا برد پیش استاد. پیش استاد بود، گفت که ایدمی میخواه که از شبرغان آمده شاگرد چه. باز مرا گفت یک صدای ده بکش. محمود کامل هم بیادش بخیر که امیلاد در خارج است، وام بود. محمد کامل ارمالی دیده کرد، بخوان گفت جانم بخوان، گفت بخوان. من گفتم میخوانم، گفتم سعیس. گفت کدام آهنگ میخوانی؟ من گفتم والا من دیگه ایمی خاندانه هم از آیره خیلی خوشم میگم. من گفتم بخوان کدام آهنگ هم از آیره میخوانی بخوان. من گفتم ارچندو که دور از تو پیش دیگرانم، هر جا که روم نامه تو آید به زبانم. گفت سعیس سعیس. من گفت سعیس. در مجموع چند آهنگ داشتین؟ دال دارین؟ ما در مجموع که خودتان شعر ساخته باشین؟ ما خودم که شعر ساختیم، برای خود یک آهنگ بوده و این آهنگ که دل برم تاز برم تنها گذشت از استاد نگله بوده و دیگه آهنگ ترکی بوده که ما تصنیف ساختیم برای از او. ای جان ای جان ای جانم جانانم، ای جان ای جان ای جانم جانانم، اقبالم سن بختم سن جانانم. ای کمپوزش ترکی بود، در وقت علاقه مده از امی بودم، باز شعرش من خود ساختم. خب میشه که یکی از آهنگای احمد زاهیر بر ما زمزمه کنین؟ مقصد آهنگش که باشه، یک دانش بر ما زمزمه کنین که دوستا علاقمندان ببینن. هوا عشق تو از سر بدر نخواهد رفت، کسی که بر درد آمد دیگر نخواهد رفت. هوا عشق تو از سر بدر نخواهد رفت، کسی که بر درد آمد دیگر نخواهد رفت. با وعد و گایم آشب که گریم کرده، مگر نگفت که بی ما سفر نخواهد کرد. هوا عشق تو اثر بدر نخواهد رفت، کسی که بر درت آمد دیگر. ما میفهمیم تقریبا 15 سال میشه موسیقی رو میخی ترک کردیم، هیچ نمیخوانم. و یکان شعر کمپوز مثلا لطیف عزیزی و سارا سریا شاگردای ماست و بسنتی تاجیکی و نسیم هاشمی یا از جمله شاگردای ماست برای از یکان شعر کمپوز دیگر با کدیم. خب بسیار خب. نوکتران دوستای عزیز بخاطر یا همین فکر چک میکنیم
واقعا بسیار صدا و گنجره زیبا دارن دیگه. باعث شدی که گنجره زیبا دارن نمیفهم چطور دیگه آهنگ نکشیدن. چی باعث شد دیگه آهنگ نکشید شما در پرده های تلویزیون نشر نکردین؟ ما بعد از اینکه شفیق جان سروش بچه ایم از کتلت فزدی که به نقشه قدم قدم شاسنم و نمور خوانده شفیق سروش در برنامه پنجم ستاره افغان بود آنگاه شفیق مورید اگه زیاد میخواد باز یک کمپوزم شفیق مورید ای رفت از دل رفت از بر ای آنگم برش توفه شفیق شفیق جان مورید شعر شعرانی بود کمپوز در شفیق مورید بود ای رداد بعد از اون دیگه من گفتم دیگه من ابی خوش ندارم ابی گپارا یکان شعر کمپوز بود و یک دهی برنامه آرسی که رفتم میگم بخوانه بی داغ دندانه بخوان داغ دندانه بخوان ما خوش نداشتم دیگه او تو یک کس سر ما جبری بخوره ما میخواندم مطابق همین نفر که در میدان میدارم رقص میکرد ما هم او آنگا میخواندم که او رقص میکرد یکان تو آدم هایی پیدا میشد که تهدید میکرد دیگه باز در او صورت ما گفتم که برای من نمیشه دیگه شفیق سروش و مجیب سروش خواه بچایتان هست اینال الگوی هنری از اینا شما بودین یا کدام استاد دیگه داشتن یا پیش خودتان تربیت شدن در ایسی موسیقی؟ والا امی شفیق سروش که هست گیدم پیش خود دمو تو یکان آنگای سقل سقل زمزمه و تابالا و ایستاد داد خدا دارست ما برای دو نگتیم که علیف یا بی اول ما انجره شکی دیدم اگتیم برو هم برنامه ستاره افغان هست برو بعد از برنامه ستاره افغان میگفتیم که مش نظر میدادم که ای آنگا بخوان ای آنگا بخوان در ای برنامه ای آنگا بخوان در ای برنامه یعنی پیش از اینکه در برنامه ستاره افغان اشتراک کنه هم پیش کدوم استاد کار نکرده؟ نه 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 در استاد کار نکرده نه از من نظر گرفته بود هیچ کدوم کار نکرده منتها ما هم یکان وقت خودش کته بیادرش که مجیب یک ذرگرد بیسور میخوان در وقتا که تا که من کتش کار کردم ویگا پا دیگه با سور ازی یک ذرگرد خوب شد من ناراض بودم از سور ازی آلی فعلا نام خدا خیلی بالاست مجیب بیاندازه غزلهای خوب میخوانه خیلی بالا شده و شفیق خداداد بود آواز صدادش همه چیز زیادتر الگوی از اون فراد دریا بود خب فراد جان دریا دیگه الگویشان بود بله دیگه نال کدام شعر درست کردین یا مثال شعر دارین که مثال کسی کدام نارمان به از پیشتن بخواه آبارش بتین ما ولی یک آهنگ پنج سال پیش بود شعر کمپوزش از خودم بود آهنگ بود و کی بود و زبیجان امانی زبیالله امانی را میگیم زبیالله امانی را ببخشیم دایرکت همون خواندن تو نکرده بود آمی آهنگ مرا دایرکتریش سبت و کمره مینیش پردسریش تمامی چیزش همون از مصرف شخصی خود برای من کرده بود خب زبیالله امانی را؟ بله 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 ما بخاطر که یک قدر توانایی نداشتم و زیاد علاقه من دم نبودم در دفترش که می آگاهان زمده می گفت همین مصارف تمام و گپ شده گردنم یعنی از این مولو میشه که اگر آبابت خوب هم داری امرای امانی هاشه بله بله دوست نازنیم است و دوی سایی قلیفت الله از او کده آدمی بزرگ از او کده آدمی خوش اخلاق از او کده با کرکتر با شخصیت ما واقعا شاید بسیار کم دیده باشم راست دخترک ناز نازی با حسن خود می نازی ای ناز بسایم مکن باز دلت می بازی ای ناز بسایم مکن باز دلت می بازی بارو کردم گزنی شیرین شکر کزنی بر دنیا گبر می من یکی قره کزنی یکی قره کزنی یانگ بودم پشتو بودم فارسی هم اوزبکی آه بسیار خوب دوست دارید باز یک چک باختر اجرای زیبایشان آقای سروش خبر شدیم که امی جان صبوریام نیست یکی از لاخوبنده های شدین شما میشه یک آهنگ از اونها رو برای زمزمه کنین؟ تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی